درگذشت زنده یاد حسین معدنی، سرمربی سابق تیم ملی والیبال ایران. با این حالی که یک هفته از این زاویه گذشته، اما در برنامه سود بعد به این قضیه پرداخت. میریم به هلند خدمت آقای فرزاد فرهادیان، کارشناس والیبال، و از ایشون میپرسم، چون سالیان سال با حسین معدنی هم همبازی بودن، هم بالاخره در والیبال ایران حضور داشتن، اتفاقات سیار زیادی با هم داشتن، و میخوام از آقای فرزاد فرهادیان بپرسیم که حسین معدنی در والیبال چطور بازیکنی بود، و مهمتر از اون اخلاق این قهرمان بود که واقعا جامعه والیبال یه قهرمان به ایران تحویل داد و باید احسن هم گفت. آقای فرهادیان خدمتون سلام عرض میکنم، تسلیت عرض میکنم. این زایه رو بسیار دردناک بود و جامعه ورزش ایران رو تکان داد. از حسین معدنی میشتم ازتون میخواستم بپرسم که چون باهاشون هم سالیان سال حضور داشتید و همبازی بودید، در جامعه والیبال با هم بودید، یه بار از حسین معدنی بیشتر تعریف کنید. با عرض سلام خدمت شما و بینندگان محترمتون آقای خسوجری، و با عرض تسلیت به جامعه ورزش ایران، خصوصا خانواده والیبال، عرض کنم حضورتون که چند هفته گذشته متاسفانه ما شاهد غم و غصه زیادی بودیم تو خانواده والیبال. یعنی در این مدتی که والیبال ایران شادی رو به جامعه ایران منتقل میکرد، در چند هفته اخیر متاسفانه به خاطر فوت حسین معدنی بیشتر دوستا و کسایی که دوستار والیبال بودن عزادار مرگ حسین بودن. حسین معدنی به غیر از سوابق ورزشی درخشانی که داشت، یک انسان به تمام معنا کامل و یک رفیق خوب بود. متاسفانه زمانی که حسین تیم ملی والیبال ایران رو در دست داشت و تمرین می‌داد، خب انتقادات زیاد بود، یه مقداری نامرادیان نسبت به حسین زیاد بود، ولی ایشون با عشق و علاقه‌ای که به وطنش و به والیبال داشت، همیشه و همه جا به عنوان یه سرباز واقعا به والیبال ایران خدمت کرد. و من هنوز به شخص خودم نمیتونم باور بکنم که حسین معدنی دیگه در کنار تیم والیبال ایران نیست. آقای فرهادیان، خب تو جامعه ورزش ایران اتفاق دردناکی بود. در مراسم ودا با هیکل حسین معدنی هم خیلی از مردم و جامعه ورزش اومدن و واقعا هم بسیار خوب اومدن. از اون برم رئیس فدراسیون جهانی والیبال FIVB هم پیام تسلیت فرستاد، پیام بسیار خوبی هم فرستادن و نشون دادن که واقعا حسین معدنی چه جایگاهی در دنیای والیبال داره. خیلی از مسئولان والیبال کشور مختلف هم پیام تسلیت فرستادن. حسین معدنی یه ویژگی که داشت، و حالا ورای بحث ورزشی، مردی بود که اخلاق مدار بود و بسیار اخلاق نیکو داشت. همه از اخلاق این بزرگمرد به نیکی یاد کردن. از شما خواستم بپرسم که حالا ورزشکار هم بودید، دوران قهرمانی هم پشت سر گذاشتید، چه اتفاقی میفته که مثل حسین معدنی میاد و اینجوری ماندگار میشه؟ آقای خسوجری، حسین معدنی به حال یه پسری بود که هم از نظر تحصیلی به مراتب و مدارج بالا رسید و هم از نظر مربیگری. البته ایشون زمانی هم که بازی میکردن، شاید بگم یکی از بهترین پاسورهای ایران بودن. من خودم چندین دوره در مقابل حسین بازی کردم، یعنی ایشون عضو تیمای بانک کشاورزی بودن و بعدها که در تیم پیکان با هم تیمی شدیم. حسین انسانی بود که هیچ موقع با کسی دشمنی نداشت، یعنی حتی اگر انتقادی هم بود، این انسان و این رفیق خوب انتقاد رو قبول میکرد و هیچ موقع با کسی دشمنی نداشت. فقط من متاسفم که به قول یکی از دوستا میگفت که مرگ بعضی موقع آدم‌ها رو چقدر سریع به هم دیگه پیوند میده. زمانی که حسین بود، به حال یه سری انتقادات بود، یه سری از دوستا بودن که یه مقدار کم‌لطفی میکردن در حق حسین، ولی مراسمی که برگزار شد واسه حسین معدنی، همونطوری که شما هم دیدین، شاید در نوع خودش بی‌نظیر بود. البته خب به شخص امیدوارم که این بزرگداشت‌ها و قدردانی‌ها زمانی انجام بگیره که این پیشکسوت‌ها و بچه‌هایی که واسه والیبال ایران زحمت می‌کشن
در قید حیات باشه. به نظر من اون جنبه قشنگتره تا اینکه کسی مشکلی واسش پیش بیاد و اینجور مراسمی واسش برگزار کنه. ولی در کل فدراسیون والیبال هم سنگ تموم گذاشت، به حال خیلی زحمت کشیدن که مراسمی برگزار بشه که لیاقت حسین مدنی داشته باشه. ولی در کل به نظر من والیبال ایران یکی از بهترین مربی‌ها و یکی از بهترین افرادی رو که میتونست به والیبال ایران خدمت کنه دست داد و به نظر ما در کوتاه مدت جایگزینی نمیتونیم واسه حسین مدنی پیدا کنیم. بسیار ممنونم از آقای فرهادیان. امیدوارم که فرمایشی که آقای فرهادیان داشتن مسئولان ورزش ایران جدی بگیرن، بشنون، پیشی سبتان ورزش در زمانی که در قید حیات هستن بعد تکریم بشن، نه زمانی که حالا از دنیا میرن بیان صحبت بکنن مسئولان ورزش که ازشون یه قهرمان بسازن و این اتفاقات در زمانی بیفته که در قید حیات نیستن. امیدواریم که این جامعه ورزشیان به سمتی بره که تکریم پیشکسوتان رو در زمان حیات داشته باشیم. مطمئنا جامعه والیبال ایران مرد بزرگی از دست، جامعه ورزش ایران مرد بزرگی از دست تا بخواد یه حسین معدنی دیگه ساخته باشه سالیان سال طول میکشه. یه مطلب یه حسین معدنی رو متمایز که از دیگران اخلاق پسندیده و نیکوی قهرمان بود که واقعا والیبالش یه طرف، اخلاق بزرگ ورزشکارانه حسین معدنی یک طرف. آیه فرهاد، من اگه صحبت نمودم با شما خداحافظی کنم، دوباره تصدیه درز میکنم و در هفته بعدم درباره مسائل فنی والیبال در خدمت رو خواهم بود. ما خواهش.